سلام علی رزا غزالی هستم از مجموعه آفریدار در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از آموزش افتر افکت و معرفی یه پلاگین دیگه توی این جلسه میخوام پلاگین سافت بادی رو به شما معرفی کنم که همینطور که میبینید توی حالا این پروژه بدون اینکه حالا من بیام این کف رو دستکاری کنم خودش با برخورد این آبجکت فرو میره یا توی این یکی پروژه اگر من پلش کنم میبینید توی این زمین فرو میره و توی اینم حالا اون آبجکت توپمون سافت بادیمون هست و به راحتی تمام خیلی راحت میتونیم افکت سافت بادی رو روی کارمون ایجاد کنیم تنها با چند کلیک خب بریم سراغ آموزشمون اول از همه من میام یه دونه کامپ میسازم یه دونه پری کامپ جدید اسمشو میذارم حالا تی تی توتاریال و اینجا شروع میکنم شیپامو میسازم به این صورت که یه شیپ برای کف و با گریدینت خطی گریدینت هم رو هم عوض میکنم به این صورت قرارش میدم حدودا صاف میام روی این یه دونه دیگه هم اینجا اد میکنم اینو خیلی روشنترش میکنم و اینو میارمش پایین و اوکی به این صورت این گریدینتمون رو داشته باشیم یه مقدار میتونم فاصله این دوتا رو کم کنم که اون خطی که داریم بیفته بعد از اینکه تنظیمات انجام دادم حالا این تنظیمات کاملا اختیاری هست و به اون نحوی که خودتون دوست دارید میام اینجا و دو تا دونه آبجکت هم اضاف میکنم البته توی یه لایه جدید دو تا دونه توب اضاف میکنم آه، یا حالا میتونه یکیش یک توپ باشه یکیش یک هم هر شیپ دیگه ای که خواستید این اینه. برای مثال مثلا من میام از این استفاده میکنم آه، اینو میارم میزامش فسط نوع گردینتش رو عوض میکنم و همینطور این یکی رو میام توی تنظیمات یه مقدار دستکاریش میکنم خب بعد از که حالا این تنظیمات رو انجام دادید به دلخواه خودتون میتونید بیاید یه دونه سالید هم ایجاد کنید رنگش رو رنگ دلخواه خودتون بذارید و بگران قرارش بدید خب بعد از این من الان میام و پلاگینم رو اجرا می کنم برای اجرای پلاگین وارد اکستنشن و سافت بادی رو کلیک میکنید تا پنجرهش باز شه نصب این پلاگین هم خب مثل پلاگین های دیگه افتر هست زد پین استالر رو نصب میکنید درگ میکنید داخل زد پین استالر و خودش خودکار رو نصب میکنه روی افتر افکتتون و توی این پنجره قرار میگیره بعد از اون اینجا دو تا بخش دارید توی حالا این پلاگین بخش اولتون سافت تون هست و کلایدرتون هست و دومی سافت بادی کلایدر جسمیه که میخواد برخورد کنه و سافت بادی جسمیه که نرم میشه و حالا برخوردی که بهش میشه روش تاثیر میذاره الان روی این یکی من میخوام این سافت بادیم باشه و این کلایدر انتخاب میکنم و اپلای رو میزنم الان اگر من بیام و این آبجکت رو نزدیک این کنم میبینید به چه صورت تاثیر میذاره روش حالا این یکی رو میام میگم این کلایدره و این دفعه این یکی سافت بادیه و اپلای میکنم الان اینو من نزدیک کنم به این سافت بادیمون زمینه و اینو نزدیک کنم سافت بادیمون آبجکته میتونید تا حتی چند تا آبجکت مختلف رو هم این کار رو براش انجام بدید با فرمت های مختلف حالا باز میتونم بگم این دوتا نسبت به هم دیگه این مثلا این کولایدره سلیک کولایدر و این یکی صاف بادی اپلای کنم الان با نزدیک کردن این به اینم میبینید به چه صورت تغییرات ایجاد میشه که خب فوق العاده هم راحت بود این پلاگین الان میتونم اینو انیمیت کنم مثلا زمین بخوره یا مثلا اینو انیمیت کنم توی زمین فرو بره و اینم روش تاثیر بذاره پس چند تا آبجکت با همدیگر هم میتونید این کار رو روش انجام بدید روی تکس هم این قابل انجامه من میام یه دونه لایه یه دونه کامپوزیت دیگه میسازم توی کامپ جدیدم این کف و این سالید رو کنترل سی کنترل وی میکنم بعد از اینکه کنترل وی رو زدم میام افکت های روی این رو پاک میکنم تا سطح هم به حالت عادیش برگرده و بعد از اون میام یه تکست رو اینجا اد میکنم تکست هم, هم میتونه حالا هر فونت یا هر چیزی داشته باشه سافت بادی کنترل آ یه مقدار اسکیلش رو بزرگتر میکنم میارمش اینجا قرارش میدم و یه افکت حرکتی هم مثلا بهش میتونم بدم مثلا این افکت دراپ این بای کارکتر و حالا میام اینجا این رو کلایدر و این رو سافت بادی انتخاب میکنم و اپلای میکنم الان میبینید که چطوری تاثیر میذاره روی آبجکتم میتونم برای بهتر شدن تاثیرش فاصله حروفم و یه مقدار بیشتر کنم میبینید که چقدر راحت این حالا پلاگین این کار رو برای ما انجام میده تنها با دو تا کلیک امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید اگر که این آموزش رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب و فراموش نکنید کامنت انگلیسی رو هم فراموش نکنید تا جلسه بعد خدا نگهدار